چه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان شرح توزیغ مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان حکم هج و روز و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه ها حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سلام روزتون بخیر دوستان و همراهان برنامه توضیح المسائل امیدوارم که هر کجای دنیا هستید قلبتون سرشار از محبت آقا امیرالمؤمنین علیه السلام باشه و ذکر اللهم عجل ولیک الفرج بر لبها و قلبتون جاری برنامه توضیح المسائل رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم از کربلای معلا از استدیو بین الحرمین و ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کردید. شب جمعه و شب زیارت آقا سید الشهدا هست، انشالله نواب و زیاره و دعاگوی شما عزیزان هستیم محضر آقا سید الشهدا شما عزیزان انشالله و برنامه امروز رو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم و تشکر میکنم از حضورشون. سلام علیکم آقا، خیلی خوش اومدید، در خدمت هستم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدی و السلام علیک یا صاحب العصر و الزمان. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما بینندگان و عزیزانی که همکنون از جای جای مختلف این کره خاکی ما رو دنبال میکنید. خدمتتون هست. خدمت از بنده است. دوستان بزرگوار همطور که میدونید 2964-773-0304-314 شماره ارتباط شما با برنامه هست. معذرت میخوام. سوالات خودتون رو به صورت صوتی و متنی برای ما بفرستید انشالله و در برنامه منتظر شنیدن جواب سوالتون بمونید انشالله. ممنونم که ما را همراهی میکنید. به رسم پنجشنبه ها و روزهای آخر هفته برنامه، قسمت ابتدایی برنامه، قسمت و بخش اول برنامه تقدیم میشه به شما و جواب سوالاتتون داده میشه انشالله. قسمت دوم هم در ظل عنایت آقا بقیت الله میمونیم و میشنویم از جناب استاد در مورد حضرت حجت انشاءالله. جناب استاد بفهمید اگر مقدمه ای هست در خدمت هست. بفهمید خدمت. بله. بزرگوار گفتن با عرض سلام و تشکر از برنامه خوب توضیح المسائل، آیا برای نماز خواندن لباس و رنگ خاصی توصیه شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از باب استحباب خب رنگ سفید و به طور کلی رنگ روشن و لباس هم خب لباس پوشیده، هرچه مثلا تعدد لباس، لباس هایی که بدن رو پوشیده برای آقایون، اینها از باب استحبابه که برای نمازگزار خوبه که رعایت بشه انشاءالله. کشیدن مد ولوالین در نماز واجب است؟ به هر حال مستحبه که این قواعد رو انسان در صورت توان رعایت کنه. بله. تکرار آیات در نماز حکمش چیست؟ به فتوای حضرت آیت الله العظمی شیرازی این تکرار اگر از سر وسواس باشه ایراد داره، جایز نیست. اما اگر که تکرار آیات ربطی به وسواس نداره جایزه، ایراد خاصی نداره. بله. رعایت قواعد تجویدی در نماز لازم است؟ به هر حال مستحبه، در صورت توان انسان باید این قواعد رو هم یاد بگیره و رعایت کنه.
بله، بزرگ عالی پرسیدن که اگر همه انگشتان پا در هنگام سجده روی زمین نباشد اشکال دارد؟ برای سجده، در هنگام سجده برای نمازگزار لازمه که انگشت بزرگ پا، انگشت شست پا روی زمین باشه. این لازم اینه، نه اینکه همه انگشتا لازم نیست که روی زمین باشه برای نمازگزار در هنگام سجده. عرضم به خدمت شما بزرگواری پرسیدن که اگر انسان سهواً در یک نماز چهار رکعتی در رکعت دوم سلام دهد حکمش چیست؟ سهواً بوده، هیچ عملی که نماز رو باطل میکنه نباید انجام بده و نماز صحیحه، بلند میشه ادامه نماز رو تا آخر نماز. وقتی که نماز تمام شد دو سجده سهو به خاطر این اضافه ای که اشتباهاً و سهواً انجام شده انجام میده و نماز صحیحه. بله، متشکرم. آیا میتوان در قنوت نماز و یا در سجده از ائمه معصومین چیزی خواست، مثلا دعای الهی اعظم البلا را خوان که فرازهایی مانند یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد را دارد قرائت کند؟ عرض شود در خدمت شما که خواندن دعا در نماز ایرادی ندارد. ادعیه ای که وارد شده در نماز خوندنش ایراد نداره، اما اون چیزی که باید رعایت بشه اینه که در نماز خطاب باید به خدای تعالی باشه، نمیشه خطاب به غیر از خدا باشه، ولیکن ادعیه ای وارد که ورودشون قطعی است ایرادی نداره. بله، در شهر محل سکونتم بودم که از آن گفته شد و نماز خود را نخواندم و به شهر دیگر سفر کردم، آیا نماز خود را کامل بخوانم یا قصر؟ به هر حال وظیفه ایشون الان دیگه قصره، یعنی اگر وقتی در وطن بودن نماز میخوندن وظیفهشون کامل خوندن بود، الان که نخوندن و به مسافرت رفتن الان دیگه نماز شکسته وظیفه ایشونه و نماز رو شکسته بخونن. بله، در خواندن نمازهای قضا آیا ترتیب لازم است؟ یعنی اول صبح، بعد ظهر و عصر و همینطور ادامه؟ برای خواندن نمازهای قضا ترتیب لازمه، مخصوصا ترتیب بین ظهر و عصر، مغرب و عشاء، اینها واجبه که حتما رعایت بشه. بله، پرسیدن که خواندن نماز جمعه یا نماز ظهر در روز جمعه کدام یک افضل است؟ نماز جمعه واجب تأخیری است، یعنی انسان مخیره که نماز جمعه رو بخونه یا نماز ظهر رو بخونه، ولیکن احتیاط مستحب دارن حضرت آیت الله العظمی شیرازی که اگه کسی هم نماز جمعه خون بعد از نماز جمعه نماز ظهرش رو هم بخونه. نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که نمیشناسیم چه حکمی دارد؟ ببینید، برای خواندن نماز جماعت شناختن امام جماعت شرط نیست، احراز عدالت امام شرطه، که حالا از هر راهی باید این عدالت احراز بشه، مثلا از ظاهر الصلاح بودن یا اینکه یه عده متدین به او اقتدا کردن. ما نه امام میشناسیم نه اون کسانی که اقتدا کردن رو میشناسیم. بله، اما میبینیم هم خود امام جماعت ظاهر الصلاح است، همین که یه عده ظاهر الصلاح به این ایشون اقتدا کردن، دین مقدس اسلام هم زیاد سخت نگرفته، همین قدر که یه شخص ظاهر الصلاح است یا یه عده ظاهر الصلاح به ایشون اقتدا کردن، احراز عدالت در این حدی که بشه بهش اقتدا کرد حاصل میشه. بزرگواری پرسیدن که اوقاتی که مسافر هستم میتوانم امام جماعت هم بشم؟ به هر حال امام جماعت شدن برای مثلا شخصی که مسافره برای غیر مسافر یا برعکس ایرادی نداره، اما خب کراهت داره و کراهت هم به معنای این که اقل ثوابن، یعنی ثواب کمتری دارد از اون چه که اگه مسافر نبود امام جماعت می شد، الان که مسافر امام جماعت شده این نماز جماعت ثواب کمتری دارد نسبت به اوقاتی که مسافر نیست و امام جماعت می شه. این کراهت به این معناست. بله، متشکرم.
گاهی اوقات آیه‌ای که سجده واجب دارد به طور غیر ارادی در ذهنم میاد. آیا سجده واجب است یا نه؟ نه، در چنین مواردی سجده واجب نیست. اگر آیه سجده واجب رو تلاوت کنید یا بشنوید، سجده بر شما واجبه. اما حالا تو ذهنتون میاد اینجا سجده وجوبی ندارد. بله، عذری دارم که مجبورم وضوی جبیره‌ای بگیرم. آیا در این مدت می توانم برای نمازهای میت که عجیل شده هم نماز بخوانم؟ به هر حال برای خواندن نماز طهارت شرطه و الان شما وظیفتون جبیره است. بله. با وضوی جبیره طهارت براتون حاصل میشه و بنابراین هیچ ایرادی نداره. خیلی ممنون و متشکرم جناب استاد. انشالله زیور خوبان رو با هم دیگه تماشا بکنیم. بعد از زیور خوبان در خدمت هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مضمون فرمایش امام صادق علیه السلام اینه، فرمودن شما قول بده یک کار بکن. امام صادق فرمودن من ضامنم تو بهشت بری. بدون دونه شما فرمودن انصاف و ناس من نفسه. این فرمایش امام صادق علیه السلام، یعنی شما قول بده تو تمام زندگیت با انصاف باش. امام صادق فرمودن من قول میدم بهشت بری. با انصاف یعنی چی؟ یعنی با پدرتون برخوردتون چجور باشه، با مادرتون، با برادرتون، با برادر کوچکتر، برادر بزرگتر، با معلمتون، معلم با شاگردا، با کسی که به شما بد میگه، با کسی که احسان به شما میکنه، خوبی میکنه، برخوردتون چجوری خوبه باشه. یه لحظه انصاف یعنی این، یه لحظه فکر کنید که اگه شما جای اون بودی، اون جای شما، خوب بود چه کار میکرد. این اسمش انصافه. همون کار رو شما بکن. چی برای اون زیبنده حساب میکنی؟ قبول داری؟ چی قبول داری زیبنده است؟ همونو خودت انجام بده. اگه یه روز تو کوچه فرض کنید حالا یه بچه‌ای به شما بد گفت، او یکی گفت، قبلی که شما دوتا جوابش بدی، سه تا جوابش بدی، یه لحظه، یه ثانیه، قد یه ثانیه فکر کن، به وجدانت مراجعه کن، به دلت مراجعه کن، رجوع کن، ببین اگه شما جای اون بچه بودی و اون جای شما بود، شما بهش بد گفته بودی، خوب بود اون دوتا جوابت میداد یا خوب بود نصیحتت میکرد؟ چی برای اون قبول داری؟ آقایون معلما با شاگردا همینجور، با فامیل همینجور، با کسی که آشناس همینجور، با کسی که آشنا نیست همینجور، در پول همینه، در درس همینه، در برخوردها همینه. این اسمش انصافه. یعنی در هر برخوردی که شما میخوای با کسی داشته باشی، در هر گفتاری که میخوای به کسی بگی، یه لحظه اونو جای خودت بذار، خودتو جای اون. ببین اون جای تو بود خوب بود چه کار میکرد؟ اون جای شما بود خوب بود چی جواب میداد؟ هر چی برای اون قبول داری که خوبه، اونو خود شما انجام بده. این انصاف اسمشه. میدونید آدم اینجوری چقدر تو دنیا محبوب خواهد بود؟ این دنیاشه، آخرتش هم که امام صادق علیه السلام ضامن شدن شما بهشت بری. نمیارزه؟ کار خیلی مشکلم نیست ها، تصمیم میخواد. هر کدوم از شما که اینجا نشستید، از همین الان که نشستید بین خود و خدا این تصمیم رو بگیرید، خدا موفقتون میکنه. خدا قول داده کسی که در راه خدا تصمیم صادقانه بگیره، خدا موفقش کنه. تصمیم بگیرید، یه ما هم تجربه بکنید، ببینید میارزه یا نمیارزه. هم انسان پیش مردم محبوب میشه، هم موفقیتش در زندگی بیشتر میشه، هم نزد خدا مقرب خواهد بود، آخرتم که امام صادق علیه السلام ضامن بهشتش شده. این اسمش انصافه. بله، خیلی ممنون و متشکرم. انصاف انشالله که جزئه با انصاف های زمونه باشیم، همین قدر هم کافیه. عرضم به خدمت شما یک روایتی بخونم از آقای امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام می فرمند کسی که می خواهد بداند آیا اهل بهشت هست یا نه، پس
حب و دوستی ما را بر دلش عرضه کند. اگر دلش آن را پذیرفت، پس او مؤمن است و کسی که محب و دوستدار ما است باید در زیارت امام حسین علیه السلام راغب باشد. بنابراین شخصی که زائر امام حسین علیه السلام باشد، ما او را محب خود می دانیم و از اهل بهشت خواهد بود، و کسی که زوار حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نباشد ناقص الایمان است. ترجمه روایتی بود از کتاب کامل الزیارات صفحه 633. سلام الله علی جعفر ابن محمد الصادق. بله، بخش دوم برنامه بعد تقدیم به مولای غریبمون آقا حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا در خدمت جناب استاد هستی. بفرمایید. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آستانه ورود به شب جمعه هستیم، شب و روزی که متعلق به آقای عالم حضرت صاحب الزمان که جان همه ما به فدای ایشون باد. بحث غیبت که برای امام زمان ما علیه السلام هست، خب انبیاء قبل هم بعضن در هنگام نیازی که خدای تعالی می دیدند و مشیت خدای تعالی بنابه حکمتهایی که در نظر داشتند، برای بعضی از انبیاء این غیبت بوده. غیبت امام زمان علیه السلام جنبه تربیتی داره، یعنی مشیت خدای تعالی برای غیبت این نبوده که امام در غیبت بره و ماها هم امام رو فراموش کنیم. بله. بلکه مشیت خدای تعالی بر این بوده که امام به غیبت بره تا مردم مسلمان و بلکه غیر مسلمان و بشریت متوجه ضرورت حضور امام در بین خودشون بشوند. غیبت امام علیه السلام دو وجه داره، دو جنبه داره، دو قسم داره. یکی غیبت شخص امام و یکی غیبت شخصیت امام. یعنی امام علیه السلام الان که من و شما و دوستان صدابردار و نورپرداز و اینها، این اکیپ اینجا هستیم، امام علیه السلام شخصیتاً و شخصاً برای ما در غیبت هستند. یعنی چی؟ یعنی ما جسم امام رو نمی‌بینیم، بدن امام رو نمی‌بینیم، اینجا فیزیکاً حضور ندارن. بله، امام علیه السلام محیط به ماسوا الله هستند. امام علیه السلام طبق روایات اصلا برای امام خواب و بیداری یکسانه، یعنی امام علیه السلام زمانی که خواب هم باشند همون قدر مسلط به امورند که وقتی که بیدارن. اصلا امام علیه السلام این منت و لطف خدای تعالی است که در قالب بشریت وارد این دنیا شده. بله. اصلا این خلافه که بخوایم اونها رو بشری مثل خودمون تصور کنیم، مگر اینکه نهایت قرآن فرموده انا بشر مثلکم یوها الی، یعنی بلا فاصله میفرمایند که جنبه روحیش متفاوت از شماست، این جنبه بدنی امام علیه السلامه که مثل شماست. بله. شخصا و شخصیتا برای ما غایبه، چون نه حضور فیزیکی اینجا دارن. بحث احاطه علمی امام نداریم، امام ممکنه الان در هر کجای دنیا باشن، احاطه علمیشون بر همه بشریت و بر همه ماسوا الله هست. بحث حضور بدنیشون داریم، حضور فیزیکیشون داریم که هم نیست الان اینجا، و شخصیت امام هم که امام زمانه غایبه. پس این دو قسم داره. حالا یه وقت هست شب جمعه است، مشرف میشیم به حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام. روایت هم داریم تمام انبیا، تمام اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، ارواح شهدا و صدیقین مشرف، همه در شب جمعه در اون ضیافت عظیمی که خدای تعالی در کربلا میدهد همه حضور دارن. حضرت فاطمه زهرا،
و خب طبعا امام زمان ما هم علیه السلام حضور خواهند داشت. شب جمعه حرم مطهر حضرت سیدالشهدا، حرم مطهر حضرت ابوالفضل عباس، یا هر کجای عالم که یک شخصی مشرف میشه، اونجا امام زمان علیه السلام حضور داره و ایشون هم امام رو میبینه اما نمیشناسه. اینجا شخص امام برای این فرد غایب نیست، شخصیت امام غایبه. شخصی به حرم مطهر رفته، امام علیه السلام با بدن دنیایشون حضور فیزیکی دارند و اون شخص امام رو میبینه، کما اینکه در بسیاری از تشرفات هم هست که بعضی امام رو میبینه اما نمیشناسن. پس اینجا امام غیبت شخصی نداره برای اون شخص یا اون جماعتی که امام رو میبینند اما نمیشناسن. غیبت شخصیت، شخصیت امام در غیبته. و امام علیه السلام اراده میکنن که یک نفر یا چند نفر اون رو بشناسن، همونطوری که در تشرفات مختلف هست. اینجا دیگه شخصیت امام هم در غیبت نیست. بله. چون هم بدن شریف امام رو میبینن، یعنی غیبت شخصی دیگه نیست، هم میشناسن امام زمان علیه السلام رو که این شخصی که الان ما داریم میبینیم امام زمان ماست. پس غیبت شخصیتی هم اونجا کنار میره. این غیبت. و به طور حالا این ثمره این بحثیه، ثمره این بحث اینه که امام علیه السلام نامرئی نیستن. مثلا الیاذ بالله مثل یک جنی که اینجا باشه دیده نشه نیست. امام علیه السلام اگه اومدن در فلان مکان دیده خواهند شد. چرا؟ ما بحث جداست، این یه بحث جداست. امام احاطه علمی داره، محیط به ماسوی الله است. هر کجای عالم در خواب باشن یا در بیداری باشن همه رو میبینن، همه رو احاطه دارن. حضرت علی بن ابی طالب فرمودن که همینطور که شما وقتی به کف دستتون نگاه میکنید همه رو میبینید، خب همون جور بهتر از این من احاطه دارم به تمام ماسوی الله. اون بحث رو ما کنار میذاریم. امام علیه السلام نامرئی نیستن بلکه غایب از معرفتن، گاهی شخصن و گاهی شخصیتن. و اگر مثلا امشبی که حضرت عالی حرم مطهر مشرف شدید، امام زمان علیه السلام همزمان با شما حضور فیزیکی داشتن در حرم مطهر، قطعا شما ایشون رو میبینید، ممکنه باهاشون صحبت کنید، ایشون با شما صحبت نشناسید که ایشون امام زمان علیه السلام بود. امام غایب از معرفته، نه اینکه در کوچه و بازار ما راه میره، با مردم ما صحبت میکنه، طبق اون تشرفاتی که هست افرادی که مسلمان نیستن حتی امام علیه السلام رو در طول تاریخ دیدن. و این غیبت امام که دو جنبه و دو وجه داره، شخصا و شخصیتا. و اگر که غیبت شخص امام کنار رفت همه امام رو میبینن. حالا یک سوال ها جا عرضم به خدمتتون این که همطور که شما میفرمایید حضرت رو میبینیم ولی خب نمیشناسیم که امام زمانمون هست. بعد یک قولی هست که میگن که وقتی که حضرت ظهور میکنند خیلی ها میگن این آقا رو ما خیلی بارها تا حالا دیدیم ولی نمیدونستیم. بعد حالا یک سوال دیگه مطرح میشه که با توجه به همینی که الان عرض کردم خدمتتون، اکثریت میگن آقا رو خیلی میدیم، یعنی در هر جای دنیا که بنا به فرمایش شما آقا ظاهر میشن و دیگران میبینن ولی نمیشناسن، به همان شکل خودشون وارد میشن سیمای هاشمی یا اینکه نه مختلف هست؟ ببینید همین تقسیمی که برای غیبت عرض کردم این مسئله رو حل میکنه. چون امام زمان علیه السلام دائما غیبت شخصیتن و شخصی ندارن، گاهی فقط شخصیتشون در غیبته. بل. این یه مسئله. لحاظا میبینید که روایت داره تعداد زیادی امام رو میشناسن که ما اینو دیده بودیم، منتها شخصیتش برای ما در غیبت بود. شخصش نیاز به تغییر چهره هم نیست. شخصش رو دیده بودیم. این یه مسئله. مسئله بعدی، امام امامه، قدرت بر همه چیز داره و ممکنه تصرف کنند در چشم برخی از افراد در جایی که لازم بشه، که شاید یعنی این بحث از قدرت امامه، شاید اصلا لازم نباشه که این کار رو بکنن، اما امام این قدرت رو داره که در چشم افراد تصرف کنن، افراد امام رو با
شکل‌های گوناگون ببینن، که ما این که می‌بینیم که بعضی امام رو در سن 40 سالگی می‌بینن، بعضی امام رو در سن 30 سالگی می‌بینن. بله. این تصرفی است که امام در اونم علتش همینه که اوضاع غیبت به هم نخوره. بله. چون ممکنه امام اگر دائما به یک شکل دیده بشه بعد به هم بگن، بعد خدمت شما که اصلا دیگه یک چیزی مثلا در اذهان شکل بگیره که حضرت مخصوصا برای دشمنان که واقعش خیلی پیگیر این دشمنان اهل بیت خیلی پیگیر این هستن که به فکر غلط خودشون اون حضرت رو، یعنی انقلاب اون حضرت رو در نطفه از بین ببرن. لذا بله، چون شخصیت امام و شخص امام، این غیبت برای شخص و شخصیت و هر دو همیشه نیست، در خیلی از اوقات فقط شخصیت امام در غیبت شخصش رو میبینن، لذا مردم اذعان میکنن که ما ایشون رو دیده بودیم. اما من یک روایت، من داشتم مطالعه میکردم برای یک منظور دیگه، یک روایت دیدم که برای بحث امروزمون یکی دو روز پیش بود، خوب بود. اتفاقا من مبحثی که انتخاب کرده بودم این بود که چند تا تشرف در همین زمان فعلی خودمون خدمت آقا امام زمان علیه السلام انجام شده که اتفاقا هر دو سه تشرف هم شخص یا از علما بوده، آیت الله فلان بوده، یا روحانی بوده، یک خطیبی بوده و ناقل اون هم از علما و بزرگان، از آیات حوزه علمیه مشهد یا نجف بودند. و در اون دو سه تشرف امام علیه السلام تأکید خاصی و ابراز محبت خاصی نسبت به شبکات ماهواره‌ای مستقل شیعه دارن که حالا انشاءالله یک روزی بحث میکنیم، تشرفات رو میخونیم. من میخواستم این بحث رو امروز بیان کنم که این مسئله‌ای که مورد توجه امام زمانه، الان من خودم 3 تا تشرف رو در همین مورد شنیدم، در همین عصر خودمون، در همین چند سال اخیر، شاید در همین 10 سال اخیر اتفاق افتاده، یکیش 2 سال پیش بوده، یکیش 4 سال پیش بوده، یکیش همین امسال بوده مثلا. خب بعد در هنگام مطالعه این روایت رو دیدم دیگه، بحث این شد که تصمیمم این شد که این روایت رو بخونم، حالا اون بحث رو میشه بعدن هم ادامه داد. این غیبت امام که خدمتون عرض کردم روایتی است که الان این بحث به غیبت نیست، بحث خدمته، خدمتی که ما خیلی عرض میکنیم، یک خدمتی به امام زمان، خدمت به ولی خدا. من خیلی وقتا کسانی که التماس دعا دارن یا راهکاری میخوان، دعایی میخوان که حاج آقا یک دعایی بدید که فلان گرفتاری از زندگیمون رفع بشه، من بهشون توصیه میکنم که اگر بتونید یک خدمتی به امام زمان علیه السلام بکنید از خوندن هر دعایی بهتره. و چقدر وقت هست؟ من تقریبا 2 دقیقه. خب پس خیلی. یک اعرابی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قدم اعرابی و علی یوسف، یه اعرابی، من خیلی نمیتونم توضیح بدم اما مهم تونتون میخونم، یه اعرابی اومد به حضرت یوسف وارد شد که جنس بخره. بله. و حضرت یوسف امام علیه السلام فهمند که ازش پرسید که اینه منزلت کجاست، خونت کجاست، از اهل کجایی؟ بله. ایشون گفت من اهل فلان جام. حالا این از سیاق روایت پیداست که حوالی کنعان بوده یا از کنعان رد می شده. حضرت یوسف علیه السلام از او یه خواهش می کنه که من یه خواهش دارم برام انجام بده، اینه که فلان تو مسیرت که داری میری، به فلان مسیر که رسیدی برو فلان جا، خیلی بلند فریاد بزن یا یعقوب یا یعقوب، یا یک فرد رجل عظیم جمیل جسیم وسیم میاد، یه شخص زیبای چارشانه، من مشخصاتی که مشخصات حضرت یوسف علیه السلام میدن، وقتی که اومدن سلام بهش برسون و بگو در مصر یک شخصی به تو سلام رسون
و گفتش که نگران نباش، خدای تعالی امانت تو دست خدای تعالی است و خدای تعالی نمیگذاره که امانت تو ضایع بشه. بله، عرضم به خدمتتون، خیلی معذرت میخوام از اینکه که ما پخش زنده هستیم و تمام شد که بله از فضای پریم. خواهش میکنم که برای هفته آینده حتما این رو البته اگه رزقمون بود بگذاریم. بله، در پناه حضرت حجت باشین. قول به شما میدم بعد از اینکه برنامه تموم شد روبروی حرم سید الشهدا علیه السلام دعای فرج این برنامه رو بخونم. یا علی مدد، خدا نگهدار. حکم خدا شود به هر نکته ایام، میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل،